قدر این دین را بدانین، انهم فتیتون. خداوند تعریف هفتا جوان میکنه. اونها سرمایه دار بودن، جوانای فقیر نبودن، از عمرا بودن. همینطوری که قصر فرعون آسیه را اشغال میکرد، آسیه بیبی قصر بود، قصر کسی که میگفت من نفر اول زمین هستم، و ابلیس وسوسش کرد، گفت که یک نفر از تو بالاتره، پست و مقام چه کار میکنه؟ اللهم احفظنا، خداوند ما و شما را حفظ میکنه از بیظرفیتی که با یک چک سفید بتونن ما را بخرن، با یک وعده به یک پست و مقامی بتوانن ما را بخرن و عبد خودشان بکنن و از عبودیت الله ما را جدا بکنن. اون روسیاهی است، اون خاتمه به شر شدن هست که کسی بتواند تو را عبد خودش بکند غیر از الله. من و تو وظیفه داریم که عبد الله باشیم جل جلاله. اگر نشدیم خدا از ما توبیخ میکند و سوال میکند لمن الملک اليوم، در دنیا عبد من نشدی، آرت آمد که عبد من بشی، خزائن دنیا و آخرت در اختیار من بود، رفت عبد یک ذلیل شده که اونم میخواست بمیره و اونم مرد. الله حی لا یموت. امروز چطوری تو صورت من نگاه میکنید که رفتی عبد ذلیل من شدید، که توق عبودیت از گردن در آورد؟ آسیه زن فرعون بود، رامس دوم. این همه خدم و حشم و قصر، اما بر دین موسی داخل شد علیه السلام، عبد خدا. همیشه دعا میکرد، از زمانی که خداوند بصیرت آسیه را درخشاند و عبد رب العالمین شد و بر دین موسی و هارون وارد شد، دیگه همیشه دعا میکرد، بی‌طاقت شده بود. این دعاش بود: رب ابنی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و اعماله و نجنی من القوم الظالمین. پروردگارا قصری نزد خودت، نگفت برای من قصری در بهشت درست کنم. چقدر تعبیر زیبا و دقیق. فرق بین ما بین این جمله که قصری برای من در بهشت درست کن و قصری نزد خودت در بهشت درست کن. رب ابنی عندک، اول پیش خودت، رب ابنی عندک بیتم فی الجنت و نجنی من فرعون. امروز یک مأمور، یک تاجر با دوست میشه، فکر میکنه همه چی دارید. ولی آسیه میگه منو از فرعون نجات بده، نه قصرش میخوام، هیچیش نمیخوام. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. ابلیس آمد در گوش فرعون، گفت از تو یه نفر بالاتر هست، همون کسی که موسی ادعا میکنه. تو الان همه کاره نیستید، همه چیز نیستید، یک مقامی بالاتر از مقام تو هست، تو فرعون هستید، کل دنیا در اختیارته. اما این موسی میگوید که یک نفر مقامش از مقام تو بالاتره. اون گفت اون کیه؟ گفت نردبانی را بزنید. گفتن اون در آسمان رب العالمینه. گفت نردبانی را بزنید. به هامان گفت تا ببینم این خدای موسی کجاست. و بعد گفت من همون یکی را ادعا میکنم که منم. ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلى. وقتی که ابلیس و به اوج تکبر رسون فرعون را، اونجا به زمین خورد. دستور میدادن که آسیه را میخکوب بکنن در گرما. خداوند قصر بهشتیشو می آورد زیر چشمش،
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند از مردان خیلی به کمال رسیدن، اما از زنها چند نفر نام می برد؟ یکی مریم بنت عمرانه، یکی آسیه همسر فرعون. هدایت کاری نداره که تو در چه جامعه‌ای رشد بکنید، هدایت مرتبط به دل توست و ایده توست و فکر توست و طلب توست و تلاش توست و توکل توست به خدا و دعای توست. تو چه می طلبی؟ تو چه فکر می کنی؟ تو چه نیت می کنی؟ هر چیزی که در دلت بیاد و اون نیت بکنی همون میاد برات، چه خیر باشه چه شر باشه.